خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. میبخشید که من با کت نیومدم، چون استودیو بسیار گرمه و من هنوز عادت اقامت طولانی در آلمان رو دارم و گرما واقعا بعضی وقتا در استودیو منو کلافه میکنه. خبری هست که من لازم میدونم در ابتدای برنامه هم با آگاهیتون برسونم و دروغهای رژیم جهل و جنون رو بیشتر و بیشتر در معرض افکار شما قرار بدم. یکی از مسائلی که رهبر واقعی داعش و رئیس روزخانها به اون خیلی تکیه میکنه این هستش که ما در اثر تشویق جوانان و باز کردن مؤسسات علمی و دادن امکانات تحصیل در رشته‌های مختلف به جوانان کاری کردیم که از مقام علمی در مرتبه هفتم قرار داره و مرتباً از این نوع صحبت‌ها که کسانی که وارد نیستن به این مسائل، اگه ممکنه یه خارجی واقعاً بدون این که مطالعه بکنه، روزنامه بخونه، اینا این حرفا رو بپذیره، یا این حزب‌اللهی‌هایی که شستشوی مغزی دادنشون، یا اون حزب‌اللهی‌هایی که در لبنان هستن و جهاد اسلامی و حماس، اینا که چون از اینا ماهیانه پول می‌گیرن، بنابراین بیشتر حرفا اینا رو حتی اگه شده در ظاهر میپذیرم. اما من یه نمونه از کارهای رژیم جمهوری اسلامی رو برای شما نشون میدم که ببینید علم واقعی و هنر در حکومت شترگاه پلنگ آخونده به کجا رسیده. شما میدونید که مطلقا هیچ هنرمندی اجازه نداره با سازش جلوی دوربین تلویزیون بشین، یعنی فقط خواننده رو نشون میدن. خواننده هم باید آهنگای حزن‌انگیز و تقریبا روزخانی رو بخونه، ارکستر رو نشون نمیدن. و اومدن یک ابتکار جدید به کار بردن، یه پاراوان کشیدن، اعضای ارکستر گذاشتن پشت پاراوان و خواننده جلو وایساد. اینقدر این کارشون احمقانه و مسخره بود که دیگه هیچ هنرمندی حاضر نشد بیاد بر اون پشت بشینه و جلوشو یه پاراوان بزنه. این که در مورد هنر. پرویز تناولی رو، مجسمه هاشو ورداشتن از توی منزلش، گفتن تو اینا رو بخشیدی به موزه شهرداری. خسارات زیادی وارد آوردن. او شکایت کرد که هنوزم شکایت در جریانه و انواع و اقسام خبرهای دیگه. میدونید که تمام مجسمه های گران قیمتی رو که در پارک ها بود، بله این پرویز تناولی، یکی از درخشانترین چهره های هنر ایران، کسی که مجسمه هاش بالای 2.5 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون به فروش میره، یکی پرویز تناولیه، یکی هم حسین زنده‌رودیه، که این دوتا هر دو از نقاشان و مجسمه سازان قدیمی هستند که معروفیت جهانی دارند. به خصوص پرویز تناولی با این مجسمه‌هایی که به اسم هیچ این کارا رو معرفی کرد و به جهانیان، به موزه‌های بزرگ جهان فروخت، کار او رو در سطح بزرگترین مجسمه سازان عصر حاضر بود. ولی برای یه رژیمی مثل رژیم جمهوری اسلامی اصلا اینا مهم نیست. پرویز تناولی، نمیدونم، نقاشان بزرگ، هنرمندان، پیانیست مثلا، یه ویولونیست، یک تارنواز درجه یک، اینا رو اصلا اینا قبول ندارن. اینها اصلا معتقدن که هنر یعنی چی. من براتون بارها گفتم شما در یک فیضیه که میری تو قم مثلا، هرگز تو اون اتاقای نمور سابق، حالا که دیگه زندگی های مجلل داره، تابلوی نقاشی نمیبینید.
پیانو نمیبینید، ساز نمی، هیچ نوع سازی رو نمیبینید، برای اینکه اینا بیگانن از این رنگ، از این چیزا. رنگ زیبا نمیبینید، رنگ شاد نمیبینید، همش سیاه مثل قلبشون. یک آخوند شما تا حالا دیدید که زیر عبا و عمامش پیرن قرمز بپوشه یا نارنجی؟ همش سیاه، سیاه یا پوست شتری که برمیگرده به اعقابشون. این رنگای مورد پسند آخونداست. همین فرهنگو اینا آوردن تو مملکت، با پیاده کردن. آقای پروفسور رضا داوری رئیس فرهنگستان علوم ایرانه، میگه چند سال قبل اینا اومدن خواستن ادای ایشونه، میگه من دارم میگم، ادای این فرهنگستان‌های علوم اروپا رو دارن. یه فرهنگستان علوم درست کردن، یه فرهنگستان علوم اسلامی. تو اون یکی میلیاردها پول ریختن، هرچی آخونده بردن اونجا. فقط یه چیز بود 300 جلد کتاب تا به حال در آوردن راجع به ائمه اطهار. حدود 30 جلد 50 جلد این مربوط به صحرای کربلاست. اما فرهنگستان علوم، آقای رضا داوری میگه حقوق کارمندانشون ماهاست پرداخت نکرد و میگه من میخوام استعفا بدم، چون من در برابر اینا مسئولم و اصولا اینها به این فرهنگستان علوم اعتنایی ندارن، چون بیگانن از این. خب اینه دارین. حالا چرا اینا از فرهنگ بدورن؟ براتون میارم. خدمتون عرض کنم که یه آخوندی هست به اسم محمد جعفر منتظری، آخوند محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداریه. ببینید راجب کیارستمی چی گفته و جرم کیارستمی چی بوده، هر دوشو براتون میخوام بگم، و میزان بیشعوری و بیسوادی آخوندهایی که تو این مملکت ما این مقامات رو کسب کردن. این آقای رهبر زمانی که رفت کاربیراتورش رو عمل کنه، خدمت شما عرض کنم که پروستاتش و ترموستاتش رو من هم موقع گفتم، حالا اسمای دیگه توی میبینم توی این چیزای مجازی در مورد ایشون نوشتم، به خصوص ترموستاتش خیلی گرفته و من خوشحالم که این لغت جا افتاد. خیلی اهل شعر و ادبیات و اینام شده، سابق بود ولی حالا دیگه شعر و ادبیات بیشتر میگه. من نمیدونم چه ارتباطی بین ترموستات ایشون و قسمت بالای مغزشون در مورد شعر و ادبیات داره. موقعی که این هنر کارگردانان قلابی حاتمی کیا و یه عده مجید مجیدی رو نمیدونم اینا بوده، مجید مجیدی نمیدونم اونم بوده یا نه، باید بپرسم از دوستان، اینا رفتودن دیدنش، یه شعر خوند، گفت این مال کیه؟ میدونستن ها، ولی وقتی که مقام معظم رهبری ترموستاتشو عمل کرده خوابیده، اینا نباید اظهار وجود کنن. میدونستن، یکشون گفت مال خیامه، یکشون گفت مال شهریاره، یکی خودشون زدن به جهل که آقا راهنماییشون کنه. این یکی از راه‌های مجیزگویی هم همینه که شما یه چیزی رو میدونی ولی جلوی طرف نمیگی، خودتون میزنی به اون راه که طرف تعجب کنه که ببین من چقدر دانشمندم، حرفایی که میزنم اینا هیچ کدوم نشنیدن. یه شعری از پروین اعتصامی خوند و بعد حمله کرد به فروغ، بعد یه اظهار نظر دیگه کرد که رفقا بدونن رهبر کیه. بگذاریم. این آقای محمد جعفر منتظری ببینید چی میگه. میگه عباس کیارستمی را، محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، عباس کیارستمی را به خاطر استفاده از کلمه پریود، فردی مشروب خار و غربگرا خوانده و گفته وی تعبیری بی‌شرمانه درباره دوران جنگ به کار برده. منتظری گفته تعبیر پریود درباره دوران دفاع مقدس از سوی مغز متفکر مشروب خار غربگرای افتاده در دامان غرب به کار رفته که وی از تکرار این تعبیر خجالت باید بکشد.
وی افسوده طرز تفکر فردی که هزاران شهید و جانباز را با چنین تعبیری وقیحانه مورد خطاب قرار می‌دهد و آن را در رسانه‌های عمومی بر زبان جاری می‌کند برخواسته از چیست؟ منتظری اضافه کرده گوینده چنین تعبیری در برابر فرهنگ غرب از خود بیخود شده و باید مراقب چنین افراد و جریان‌هایی در آن بود. حالا جریان چیه؟ این آقا گفته این آقای حاتمی کیا که کارگردانه در یک پریود زمانی راجع به جنگ فیلم تهیه کرده. خب اینا تو بعضی جوان‌ها گرفته، اما این پریود تموم شده و دورش گذشته. حالا دیگه این زمان و این پریود در مورد حالا صدق نمی‌کنه. این آقای منتظری پریودو به اصطلاح جریان عادات ماهانه خانومات تلقی کرده و گفته این با این حرفش به شهدای دفاع مقدس توهین کرده و اونها رو با عادات ماهیانه مقایسه کرده. این هم آقای حاتمی کیاست. این آقای حاتمی کیام کارگردانی که گریه کرد وقتی که گفت من رفته بودم در به اصطلاح کنیا یه جایی و دیدم یه عده آمدن اونجا برای امام حسین دارن گریه میکنن، این خودش هم شروع کرد گریه کردن. از این بازی ها بگذاریم. حالا و این آدم نفهمیده پریود یعنی چی؟ به کار بردن این لغت یادش نیومده کیارستمی اینو به کار برده و اینو کرده پیرن عثمان و داره پرونده میسازه، نه اون، همه آخوندا و روزنامه کیهان و بقیه رفقا شروع کردن به حاتمی کیا فحش به کیارستمی فحاشی و گفتن که او باید بیاد معذرت خواهی کنه از خانواده شهدا و از شهدا. ما در یه همچین مملکتی هستیم، یه همچین آدم هایی بر ما حکومت میکنن که شعور ندارن، لغتی رو نمیشناسن ولی تعبیرشون اینه که تازه به طلبکار هم میشن. اما فسادا، یکی از اینا گفته رفسنجانی در دوره گذشته فساد به قدری زیاد بوده که اصلا قابل فهم نیست، یعنی احمدی نژاد میگه، ولی یکی نیست از این آقا بپرسه واقعا احمدی نژاد همه این کارا رو او کرده یا اون کسی که اون بالا نشسته به اسم رهبر آقا مجتبی و آقا مصطفی و پک فامیل و اینا. احمدی نژاد یه پنج چرخ هشتم درشکه بوده، کاری نبوده. بابک زنجانی حالا میگن از زندان هم داره کاراش انجام میده، از جمله ماه گذشته 1,000,000,000,000 تومان چک از زندان پس رو پیش کرده و دو تا از این نماینده های طویله مجلس اظهار تعجب کردن که چطور هنوز از زندان این مردک این تشکیلات رو میچرخونه. بعد خودشون گفتن این قابل پذیرشه که یه آدم پاپتی که راننده رئیس بانک مرکزی بوده 38 سالش هم هست این بتونه 2,500,000,000,000 دلار پول نفت و 6 سال زده به جیب هیچ کس به شرفی نزنن. پس معلوم میشه یا ما احمقیم که نتونستیم جلو این آدم رو بگیریم یا اصلا تشکیلاتمون خرابه. بعد خودش گفته نه آقا، ایشون جلوی ویترینه، پشت سر و اینقدر کسایی هستن که ما به تدریج ولی با احتیاط باید بریم جلو و اونا رو معرفی کنیم. توجه کردیم؟ یه فیلم براتون پخش میکنم، بعد گفتگو میکنم با دکتر مصطفی دانش. فیلمی که براتون پخش میکنم فیلمیست مربوط به تأثیر فضای کسب و کار بر فعالیت‌های اقتصادی. این فیلم رو ببینید لطفا. ایران در زمینه آزادی کسب و کار که مربوط به ایجاد، انجام و تعطیل کردن یک فعالیت تجاری می شود به دلیل وضعیت قوانین و قواعد کار از 55% آزادی کسب و کار برخوردار است. شروع یک کار به لحاظ قانونی در ایران 47 روز طول می کشد که بیشتر از 43 روز میانگین جهانی است. به دست آوردن مجوز یک کار در ایران 670 روز طول می کشد در حالی که میانگین آن در جهان 234 روز است. در عربستان اما شروع کردن یک کار 15 روز وقت می خواهد و گرفتن مجوز کسب و کار در عرض 19 روز انجام می شود. شروع یک کار در ترکیه هم 6 روز بیشتر طول نمی کشد. بالا بودن تعرفه ها، مالیات بالای واردات، مجوزهای صادرات، سازوکارهای گمرکی در ایران مشکل و دولت بر بازرگانی خارجی کنترل دارد.
نمره ایران در شاخص تجارت خارجی کمی بیش از 57% است، در حالی که عربستان و ترکیه به ترتیب از رتبه‌های 77 و 87% برخوردارند. شاخص آزادی مالیاتی در ایران حدود 81% است، در حالی که اندازه این شاخص در کشورهای ترکیه و عربستان به ترتیب حدود 78 و 100% است. در زمینه آزادی سرمایه‌گذاری، تبادلات مالی و پولی، دریافت وام، حق مالکیت، چه مالکیت حقوقی و شخصی و چه مالکیت معنوی مانند کپی رایت و ثبت حق طراحی و امثال هم، محدودیت‌های شدید قانونی و سیاسی در ایران حاکم است، در حالی که در کشورهای همسایه ایران این محدودیت‌ها یا وجود ندارد و یا بسیار کمتر از ایران است. از سوی دیگر در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و حتی با کشورهای مسلمان همسایه قوانینی باید رعایت شود که به طور مستقیم فضای کسب و کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حال حاضر کشورهای زیادی بخش مهمی از درآمدهای ارضی و تولید ناخالص داخلی خود را از راه گردشگری به دست می‌آورند، از جمله کشورهای ترکیه و مصر. ایران اما به دلیل قوانینی که پوشش و رفتار گردشگران را محدود می‌کند، با وجود داشتن جذابیت‌های گردشگری، به خاطر این قوانین و همچنین به خاطر کمبود زیرساخت‌های لازم، از این منبع درآمدی محروم مانده است و سرمایه‌گذاران هم از سرمایه‌گذاری در این صنعت باز مانده‌اند. جواد کوروش. خب همینان گرامی، راجع به این گردشگری باید یک بار مفصل صحبت کنیم که این آخونده چه لطماتی به میهن ما زدن و ما رو از یکی از بزرگترین درآمدهایی که میتوانست کار برای همه ایجاد کنه محروم کردن با این حرفا و عقایدشون. دکتر دانش، درود بر شما. سلام آقای فرزین، حال شما خوبه؟ دکتر دانش، ما قرار گذاشتیم که روزهای پنجشنبه بیشترین وقت برنامه رو اختصاص بدیم به مسائل خارجی و مسائلی که در طول هفته اتفاق میفته، چون من معتقدم که روزهای دیگه به دلیل تراکم مسائل داخلی ما کمتر فرصت پیدا میکنیم که به مسائل منطقه خاورمیانه که به خصوص در ماهای اخیر بسیار حساس شده بپردازیم. الان صحبت بر سر اینی که در سوریه ترکیه امروز در پارلمان ترکیه اون طرح اردوغان تصویب شد که به ارتش ترکیه اجازه میده وارد سوریه بشه بدون اینکه با سوریه اینو مشورت کنن، بگن آقا ما میتونیم وارد سوریه بشیم. حالا به عنوان مبارزه با داعش اینا اومدن مرزهای بین‌المللی رو در حقیقت سوریه ترکیه نقض کرده دیگه، به اسم اینکه داعش در اونجاست، در حالی که به خود کردای پکاکا اجازه نمیده که برن جلوی این حملات داعش رو بگیرن و به کردایی که در سوریه هستن کمک کنن. حالا تانکاش اومده مستقر کرده در کنار مرز سوریه و این مجوز هم گرفته که اولا پایگاهش رو در اختیار ناتو و غرب قرار بده، دوم از اون اجازه بده به نیروی زمینی که وارد سوریه بشن و در این حال روی این موضوع هم تاکید کرده که دشمنی ما با اسد همچنان باقی است و ما خواهان بر سرنگونی حافظ اسد هستیم، چرا که 1,200,000 تا الان آواره سوریه در ترکیه هستن و اینا برای ما یه خطر بالقوه است و ما باید یه کاری بکنیم که اسد سرنگون کنیم تا اینا دوباره برگردن تو مملکتشون. اما نمیگه اینا برای چی آمدن اونجا، یعنی نقش داعش رو این وسط بهش اشاره نمیکنه. میخواستم در مورد سوریه و نقش ترکیه در این کشور صحبت کنم. ببینید، درباره ترکیه و سیاست ترکیه باید به این مطلب اشاره بکنیم که در واقع ترکیه یکی از کشورهایی است که پدیده داعش و حکومت اسلامی رو در واقع به وجود آورده. اسناد زیادی در این مورد وجود داره که من نمیخوام از این اسناد نام ببرم برای که وقتونی که بخوایم به طور کامل از این اسناد نام ببریم وجود نداره. واقعیت اینه که پدیده داعش با کمک ترکیه به وجود آمده. ترکیه مدت‌های طولانی حتی حاضر نبود نام سازمان داعش یا حکومت اسلامی رو در لیست ترور خودش قرار بده و امروز هم وجود نداره. و امروز خطر بزرگی همین پدیده‌ای که ترکیه و آقای اردوغان به وجود آوردن ترکیه رو تهدید می‌کنه، همونطوری که در واقع داعش و حکومت اسلامی کشورهای دیگری مانند قطر و عربستان که در این پدیده نقش داشتن اونها رو هم تهدید می‌کنه. و جالبه که دیروز آقای اردوغان یک سخنرانی کرده، یک صحبتی کرده و چنین میگه
که ما با تمام تروریستای منطقه مبارزه میکنیم، میگه بر علیه حکومت اسلامی مبارزه میکنیم، و بعدا میگه با تمام گروه های تروریست منطقه مبارزه میکنیم، و مطلب آخری که مطرح میکنه سقوط بشار اسد. یعنی در واقع هدف دخالت نظامی ترکیه در داخل سوریه به نظر من ابتدا سقوط بشار اسد و بعدا مبارزه طبیعتا با حکومت اسلامی داعشه. ولی مطلب سوم که بسیار مهمه و آقای اردوغان مطرح کرده اینه که با تمام گروه های تروریستی، ولی در لیست ترور ترکیه هنوز گروه های دیگر مبارز در داخل سوریه وارد نشدن، یعنی نه جبهه النصرت که جبهه القاعده است و گروه القاعده است در لیست ترور آقای اردوغان وجود داره، ترکیه وجود داره، نه جبهه اسلامی که در رهبریش در واقع نیروهای سابق القاعده قرار دارن در لیست ترور آقای اردوغان قرار داره. فقط نیرویی که در لیست ترور اردوغان قرار داره پکاکا یا حزب کارگری ترکیه است. و موقعی که آقای اردوغان مطرح میکنه که ما با تمام نیروهای تروریستی مبارزه میکنیم، پس بنابراین هدفش از بین بردن و تضعیف پکاکا است. ولی باید به این مطلب اشاره بکنیم که در روزها هفته های گذشته نقش پکاکا نقش عظیمی در مبارزه با حکومت اسلامی بوده، چه در داخل عراق اگه یادتون باشه در زمانی که بیش از 150 هزار نفر یزیدی ها به کوههای سنجار متواری شدن که در واقع قتل عام نشن، این نیروهای پکاکا بودن، این پیشمرگان کرد نبودن، نیروهای پکاکا و حزب کارگری ترکیه بود که تونست کریدوری بزنه و در واقع این 150 هزار نفر رو نجات بده، وارد سوریه بکنه و سوریه دوباره وارد عراق و منطقه کردستان عراق بکنه. امروز در شهر کوبانه، یعنی شهری که کردها در اختیار دارن و مبارزین کرد برای حکومت اسلامی مبارزه میکنن، این نیروهای پکاکا هستن، نیروهای حزب کارگری ترکیه هستن که در مقابل داعش و حکومت اسلامی مبارزه میکنن، نه پیشمرگان. و دولت آمریکا و حتی نیروهای ائتلافی که برای حکومت اسلامی مبارزه میکنن در واقع مبارزشون رو یا حملات هواییشون رو هماهنگ میکنن با نیروهای در روی زمین و چنین عملیاتی رو انجام میدن. با اینکه اسم پکاکا در لیست ترور آمریکا هم قرار داره، ولی عملاً آمریکا داره از پکاکا دفاع میکنه برای که بتونه از مردم کرد در شمال سوریه دفاع بکنه و اونا را حفظ بکنه. ولی اون چیزی که آقای اردوغان مطرح میکنه در واقع تضعیف پکاکاست، برای که از طرف پکاکا خطر بزرگی میتونه در آینده ترکیه رو تهدید بکنه. تا جایی که امروز اوچلان توجه بکنه، اوچلان رئیس پکاکا در زندان بیش از 15 سال در زندان ترکیه است، امروز از داخل زندان پیغامی به دولت ترکیه داده که اگه شما به کمک پکاکا و کردهایی که در شمال سوریه برای علیه داعش مبارزه میکنن نرید و اینها قتل عام بشن، ما اون قرارداد صلحی را که با شما امضا کردیم اونو ملغا میکنیم و دوباره جنگ پکاکا که از سال 1984 برای علیه ترکیه انجام میشه دوباره این جنگ انجام خواهد شد. این صحبتی که امروز اوچلان کرده و در واقع ما در یک مشکل اساسی قرار گرفتیم و آقای اردوغان خواهان اینه که در ابتدا بشار اسد از بین ببره و بعدن بتونه در داخل سوریه پکاکا رو تضعیف کنه. خب دکتر دانش، اینجا این سوال پیش میاد. الان دولت ترکیه وارد سوریه شد خب و درگیر شد با داعش. داعش هم اونجا با کمک ارتش آمریکا که از بالا دارن مرتب اینا رو میزنن و دولت بریتانیا و فرانسه هم که اخیراً وارد شده و امکاناتی که به کردهای سوریه و به اصطلاح عراق میدن، اینا رو هم در اختیار به اصطلاح کردهایی که الان دارن میجنگن با داعش قرار بده. خب ولی بحث بر سر اینه که الان در سوریه اسد به تنهایی نیست، سپاه قدس در اونجا مطرحه، حزب الله لبنان در اونجا عملیات داره انجام میده، بسیاری از این شیعیانی که اون فتوای آیت الله سیستانی رو گوش کردن در چیزای به اصطلاح چریکای مذهبی و نمیدونم شیعی، اینا اومدن در جبهه اسد دارن اسد دفاع میکنن و همه کسانی که الان زندگیشون در سوریه در خطر افتاده، از جمله مسیحی‌ها، ارامنه، کردها، ایزدی‌ها، خب اینا میدونید یه عده زیادشون وسیله اینا قتل عام شدن.
خب دولت ترکیه میخواد با اینا چیکار کنه؟ یعنی علنا یه جنگ درگیر میشه با جمهوری اسلامی حزب الله لبنان و بسیاری از مردم منطقه، با وجود که اسد یه آدمی جنایتکاره ولی حداقل یک حکومت سکولار داشته. این مردم اگه گرفتار داعش بشن همشون قتل عام میشن. ببینید آقای مشتانی، بحرانی فرجی. که سوری آقای فرجی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام آقای فرجی، بحرانی که سوریه رو گرفته در واقع بسیار بسیار بحرانیه. اگه یادتون باشه ما یک سال و نیم دو سال پیش درباره این بحران صحبت میکردیم و نشون میدادیم که چه نیروهایی داخل سوریه در مقابله با بشار اسد میجنگن و جنایتی که بشار اسد انجام میده بر علیه مردم سوریه در واقع در چه حدی است. و متاسفانه به این مطالبی که گفته میشد تا به حال کسی گوش نکرده. من همین دیروز یک مصاحبه ای از اخسر ابراهیمی میخوندم. میدونی اخسر ابراهیمی نماینده مخصوص و ویژه سازمان ملل متحد، وزیر خارجه الجزایر بوده، بعدن مهم اینه که در جهان نقش مهمی رو بازی میکرده. اون زمانی که کشورهای خارجی آمریکا و در واقع سازمان ملل متحد به نقش این اهمیت میدادن برای خاموش کردن بحرانها در منطقه، خاموش کردن آتش به ویژه در افغانستان، در عراق نقش مهمی بازی کرد و در سوریه میخواست که نقش رو بازی کنه که موفق نشد. ببینید آقای اخسر ابراهیمی دیروز با خبرگزاری فرانسه، بسیار بسیار مهمه که اینو گوش بکنیم، برای که به نظر من اخسر ابراهیمی شخصیت معمولی نیست. این در تمام بحران‌های جهانی بوده و چنین درباره عراق میگه. میگه حمله آقای بوش به عراق و دروغ‌هایی که در پی آن مطرح شد تماماً اشتباه بود که احتمالاً یکی از اشتباهات بزرگ تاریخ اخیر آمریکا محسوب می‌شود و همان راه را به سمت خشونتی باز کرد به سمت معذرت میخوام و همان راه را به سمت خشونتی باز کرد که همکنون در حال تک تک کردن عراق است. بعد از سقوط دولت‌ها در شمال آفریقا از جمله تونس، مصر و خصوصا لیبی، مقام‌های آمریکایی انتظار داشتند که پس از آن بشار اسد سقوط بکنه. تصور میشد که نظام اسد ظرف چند هفته سقوط میکنه. آن زمان میگفتند زمانی که اسد از سر راه برداشته شود بعد از آن ما باید ببینیم که با این مردم چی کار میکنیم. منظورشون داعش، نیروهای رادیکال اسلامی، جبهه النصرت و دیگر نیروها بوده. ببینیم ما موقعی که از این مسئله صحبت میکردیم در یک سال پیش، اعتراضات شدیدی به ما شد که شما در واقع دارین از حکومت بشار اسد دفاع میکنین، در حالی که چنین مسئله اصلا مطرح نبود. در شرایطی که امروز ما در سوریه قرار داریم، از یک طرف حکومت اسلامی داعشه که به گفته خود سازمانهای مخفی آمریکا در حدود 30,000 نفر جنگجو داره، منابع دیگه از 50,000 صحبت میکنن. در کنار داعش ما النصرت داریم، یعنی در واقع گروه القاعده النصرت داریم که در حدود 20-25,000 نفر جنگجو داره و روز به روز داره روابط النصرت با داعش نزدیک میشه. بعد از حملاتی که آمریکا به موازی النصرت کرد و 57 نفر از النصرت در این جنگ کشته شدن چند روز پیش، النصرت امروز داره به داعش نزدیک میشه. در روزهای گذشته صدها نفر از افراد النصرت به داعش پیوستن و رهبران دو گروه با هم دارن مذاکره میکنن. مطلب سومی که مهمه جبهه اسلامی است. در رأس جبهه اسلامی گروه احرار الشام که یکی از رادیکال ترین نیروهاست و در رأس احرار الشام القاعده سابق و نیروهای القاعده سابق قرار دارن. یعنی مجموعه این سه گروه اگه با هم وحدت بکنن چیزی در حدود 100,000 نفر جنگجو دارن. این یک مطلبی است که باید بهش اشاره بشه و آقای اردوغان ندیده میگیره. مطلب دومی که مطرح در این شرایط، شما به درستی گفتین در واقع مبارزه نیروهای سپاه قدس و سپاه پاسداران در کنار بشار اسد. اصلا زمانی که ارتش بشار اسد در حال فروپاشی بود، صدها هزار نفر از ارتش متواری شدند و فقط یک ارتش 50,000 نفری برای بشار اسد مونده بود. این نقش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بود که تونست دوباره ارتش رو تحکیم بکنه و یک میلیشیای 50,000 نفری در داخل سوریه به وجود بیاره که بتونه با دیگران مبارزه بکنه، با گروه دیگر. در کنار اونها در واقع سپاهای دیگه قرار دارن. حزب الله لبنان با 10,000 نفر در کنار بشار اسد مبارزه میکنه و به ویژه در واقع گردان ابوالفضل عباس
که بسیار بسیار تضعیف شده، نیروی نداره و آمریکا دوباره میخواد این ارتش آزاد را تقویت بکنه و در واقع بتونه با بشار اسد مبارزه بکنه. ولی خطر اینه و این مهمترین نتیجه گیری صحبتهای منه، خطر اینه که با سقوط بشار اسد، بشار اسد میشه هر زمانی ساقط کرد، آمریکا میتونه در واقع تمام مراکز نظامی بشار اسد را بمباران بکنه در کنار شاید اسرائیل و کشورهای دیگه و بشار اسد ساقط خواهد شد. چه نیرویی در داخل سوریه قدرت به دست خواهد گرفت؟ در واقع این ارتش آزاد نخواهد بود، ارتش آزاد بسیار بسیار ضعیفه. در واقع این نیروهای رادیکال خواهند بود که قدرت در داخل سوریه به دست میگیرند و مشکلات جدیدی در داخل سوریه به وجود، نه تنها سوریه بلکه در منطقه به وجود خواهند آورد. خب دکتر دانش، یه صحبت دیگه هست و اون که آمریکایی‌ها سعی میکنن که کمک بکنم به ائتلاف ملی و ارتش آزاد. خب شما هم اشاره کردید به این مسئله که اینا چجوری ارتش ملی اولا که اصلا پاشیده، یه مقدار رهبرانش کشته شدن، یه مقدار زیادی از اینا برگشتن دوباره با اسد همکاریشون رو شروع کردن، ارتشی‌هاشون دیگه، بعدم این جریانات پیش اومده. اما تازه ما می‌بینیم که عده زیادی از این افراد داعشی اومدن قاطی این فراریان کرد، اینا که هجوم آوردن به مرزهای ترکیه، با اینا قاطی شدن، بعد خودشونو منفجر میکنن، این بیچارهایی که در حال فرار هستن به مرز ترکیه اینا رو میکشن. یعنی یک فاجعه‌ای داره در منطقه انجام میشه که اصلا تصورش در گذشته وجود نداشت. من بحثم بر سر اینه که با همه کمکایی که آمریکا داره به ائتلاف ملی و ارتش آزاد میکنه و بالاخره چیکار میکنه، اینا آیا میتونن اسد رو تکون بدن؟ تو اسد رو تکون بدن همونطور که شما گفتین، بعد مسئله این افراطیایی است که در اونجا حاکم میشن. خب میونه اینا بالاخره چه حکومت دیگری اینا در نظر دارن؟ آیا ترکیه میخواد اونجا رو بکنه کلونی خودش؟ ببینین متاسفانه باید بگیم، اگه شما به صحبتهای آقای اوباما در چند روز پیش با CBS تلویزیون CBS آمریکا گوش کرده باشین، آقای اوباما مطرح میکنه که اشتباه بزرگا سازمانهای امنیتی آمریکا کرد و استناد میکنه به سخنان جیمز کلاپر، یعنی در واقع هماهنگ کننده، رئیس هماهنگ کننده سازمانهای مخفی آمریکا. و واقعیت اینه آقای فرجی که سیاست خارجی آمریکا با مشکلات عظیمی روبرو شده. یعنی در واقع آمریکا به گفته خود رئیس جمهور آمریکا نمیدونستن در منطقه چی میگذره. آقای اوباما میگه ما نمیدونستیم که سوریه تبدیل به بهشت نیروهای رادیکال خواهد شد، جنایتکاران خواهد شد. و به خاطر همینم باید به این مطلب اشاره بکنیم که در گذشته اشتباهات بزرگ سیاست خارجی آمریکا وجود داره و این اشتباهات متاسفانه هنوز ادامه پیدا میکنه. ببینید در داخل خود عراق در سال 2010 انتخابات عراق انجام شد و نوری المالکی در واقع قدرت رو به دست گرفت با اینکه انتخابات رو باخته بود و ایهاد اعلاوی، یعنی در واقع جبهه عراقی، پیروز شده بود. و اون زمان آمریکا و آقای اوباما در صدد خروج ارتش آمریکا از عراق بود، توجه به این مطلب اصلا نمی‌شد در اون زمان و این اشتباه استراتژیک آمریکا در عراق بوده که اکنون موقعی که ما جا رو خالی می‌کنیم در عراق، در واقع این جمهوری اسلامیه که تمام مواضع ما رو اشغال خواهد کرد و این جمهوری اسلامیه که با تمام قوا حکومت شیعیان یعنی المالکی رو در اونجا میخواد به قدرت برسونه. در صحبتایی که پیروز آقای اوباما در سی بی اس میکنه میگه اشکال اساسی در واقع المالکی بوده و اشتباه اساسی را المالکی کرده. ولی باید به این مطلب اشاره بکنیم که اشتباه کاخ سفید کی بوده؟ اشتباه کاخ سفید این بوده که المالکی رو دوباره رئیس صدر اعظم این کشور کردیم، تمام نیروهای سنی را از داخل دولت خارج کرد، از داخل ارتش و پلیس و سازمان‌های امنیتی خارج کرد و خودش شد قدرت مطلق، مستبد مطلق در این کشور و در واقع باعث شد که نیروی عظیمی از سنی ها امروز در کنار داعش و حکومت اسلامی قرار بگیره. این مشکلی است که ما امروز باش روبرو هستیم و ریشه اصلی به نظر من همون طوری که آقای اخضر ابراهیمی میگه اشتباه سیاست آقای بوش در داخل عراق. پس بنابراین امروز به اوضاعی روبرو هستیم که یک سردرگمی عجیبی در سیاست خارجی آمریکا وجود داره و اینکه ائتلافی رو که شما امروز
در کنار آمریکا مشاهده میکنین، ائتلافی که وجود داره، نقش عربستان سعودی که نقش اساسی است و نقش قطر که در این حملات اساسی است، در واقع این ائتلاف تضادهای عظیمی در داخل خودش داره و این ائتلاف نمیتونه اگرم از لحاظ سازمانی داعش نابود بشه، دوباره تشکیلات دیگری به وجود خواهد آمد که خطرناکتر از این خواهد. خب دکتر دانش، اینجا نقش ایران چیه؟ ایران چه کار میکنه اینجا؟ ببینین، خب آیا این درگیری، یعنی ترکیه الان داره وارد سوریه میشه، به درگیری ایران و ترکیه منجر نمیشه؟ ایران هم اکنون در جریان عراق و در بحران عراق نقش بازی میکنه. ایران هم اکنون در کنار کردها، پیشمرگان کرد در شمال عراق قرار گرفته، تا جایی که ایران با نیروی سپاه قدس در اونجا فعالیت میکنه بر علیه داعش و حکومت اسلامی. اینی که در واقع خود به شما به درستی میگین رئیس داعش خود آقای خامنه ای است در ایران، در واقع این افکار پوسیده و ایدئولوژی بسیار خطرناک باعث به وجود آمدن داعش ها و داعش ها میشه و این در واقع همون ایدئولوژی است که آقای خامنه ای در ایران پیاده میکنه. این یک مطلبی است که باید بهش اشاره بکنیم. ولی ایران هم اکنون نقش مهمی رو داره بازی میکنه. تمام نیروهایی که در داخل عراق امروز در مقابل داعش و حکومت اسلامی قرار گرفتن، نیروهای شیعیانن. لشکر البد به رهبری شخصی به نام آمری، لشکر البد پدیده، میدونی پدیده ایران، پدیده جمهوری اسلامی است، در زمان خمینی به وجود آمد و بعد از جریانات عراق منتقل شد به داخل عراق. لشکر المهدی مقتدی الاسد که نقش بازی میکنه در واقع جیش المهدی، در واقع این تأثیر نفوذ جمهوری اسلامی است و نقش ایران تعیین کننده است در اون. و به ویژه نقشر لشکر و اون گردانی که من ازش نام بردم، ابوالفضل عباس، که مهمترین لشکری است که امروز در داخل سوریه در کنار بشار اسد قرار گرفته. در واقع این سه لشکری که امروز در داخل عراق بر علیه داعش مبارزه میکنن، تحت کنترل سپاه قدس و قاسم سلیمانی هستند و ایران احتیاج نداره که حتما نیروی عظیم پیاده در اونجا پیاده بکنه. با نیروهای کمی مانند 300 نفر که در شمال کردستان، در شمال عراق، در کردستان فعالیت میکنن و هم اکنون در داخل عراق مبارزه میکنن، میتونه این لشکر عظیمی که وجود داره اینا رو رهبری بکنه و نفوذ ایران رو روز به روز در عراق توسعه بده. طبیعتاً شما به این مطلب اشاره کردین و درست اشاره کردین. با این نفوذی که ایران در عراق داره، زمان و در سوریه داره، زمانی که ترکیه وارد سوریه بشه، مشکل عظیمی تازه بین ایران و ترکیه به وجود آمد. درست. یعنی روبرویی دو نیروی نظامی در روبروی هم خواهند بود و مشکل بعدی ما در واقع ممکنه جنگی بین جمهوری اسلامی و ترکیه به وجود بیاد. اینا مشکلاتی است که ما هم اکنون باش روبرو هستیم. و شما اگه از من بپرسین راه حل چه خواهد بود، به نظر من راه حل اینه که ما از اشتباهات خودمون درس بگیریم و دوباره نیروهای جدیدی را در داخل عراق و در داخل خود سوریه تقویت نکنیم که روزی اینا در مقابل ما قرار بگیرن، یا نیروهایی را به پیش نفرستیم که باعث بشه اتفاقاتی بیفته که تمام سوریه و بعدن عراق در واقع تحت تسلط رادیکالترین نیروهای اسلامی، همون سه نیرویی که من ازش صحبت کردم که 100,000 نفر جنگجو دارن و اونها تعیین کنندن در داخل سوریه، اینا قدرت سیاسی را در داخل سوریه به دست بگیرن. دوستان دانش، برای اینکه مسئله را عوض بکنیم، اجازه بدین یه فیلمی هست در مورد واکنش طالبان به امضای توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن. میدونید که بلافاصله بعد از اینکه آقای احمدزای ریاست جمهوری رو قبول کرد و سوگند وفاداری یاد کرد و آقای عبدالله هم سوگند رو یاد کرد برای خاطر اون ریاست به اصطلاح هیئت مشورتی، قرارداد امنیتی میان آمریکا و افغانستان هم امضا شد که سفیر آمریکا در افغانستان این قرارداد امضا کرد. اجازه بدین این فیلمو پخش بکنیم، بعد بپردازیم به مسائل مربوط به افغانستان. این خودروی حامل ماموران ارتش است که هرگز به مقصد نرسید. اول صبح هدف حمله مهاجم انتحاری قرار گرفت در ناحیه سوم غرب کابل، حمله ای که خوشی آمد آمد اید را بر خیلی ها تلخ کرد و خانواده هایی را دستوب نشاند. همین بایسکل آمد بغل 303 خدا برابر کرد، 303 را انفجار داد.
و تعدادی زخمی و مرده از برادرای اردوی ما خیلی زیاد بود و تعدادشان را نفهمیدیم که چند تا بود. ما هم قدر کردیم که موتر شخصی بود، موتر اسکل بود، هر چی که بود ما بالا کردیم تا شفاخانه اینا را انتقال بدیم. تقریبا همزمان امروز یک حمله دیگر هم در شرق کابل، دهسبز کورولای حامل چند مامور ارتش را هدف گرفت. 9 نفر در این 2 حمله انتحاری کشته شدند و 19 نفر دیگر زخمی. رخداد امروز دومین مورد در یک هفته است که ماموران دولتی هدف گرفته می شوند. در جریان مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید هم یک انتحار کننده جان 6 نفر را گرفت و بیش از 10 نفر از جمله غیر نظامیان را زخمی کرد. حمله امروز درست یک روز پس از امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا صورت می گیرد. آمریکا از این پس حضور نیروهایش را در افغانستان قانونمند می سازد. اما طالبان میگویند مخالف حضور آمریکا در افغانستانند. با حمله امروزشان نشان دادند که به این زودی از جنگ با حکومت جدید و همپیمانان خارجیش دست بردار نیستند. خب دکتر دانش، این گزارش افغانستان قرارداد هم امضا شده. آقای کرزای هم خداحافظی کرد از ملت افغانستان، رفت کنار. قرار شد که تا سال 2017 نیروهای 10,000 نیروی به اصطلاح آمریکایی در و ناتو در افغانستان باقی بمونن و تعلیم بدن. بودجه ارتش 350-459,000 نفری افغانستانی کی خواهد داد با این فسادی که در ادارات دولتی افغانستان به راه افتاده؟ ببینید، نه تنها فساد اداری وحشتناکی وجود داره، بلکه افغانستان درآمدی نداره که بجونه بودجه پلیس و ارتش خودش رو تامین بکنه. و افغانستان نیرو هوایی هم ندارن اینا. هیچ. ببینید، ما در افغانستان به درستی این خانم اشاره کرد که طالبان در نظر ندارن از مشکلات و بحران افغانستان بکنن و در آینده مبارزشون رو تشدید هم خواهد کرد. من یک نقل قولی بکنم از ژنرال 4 ستاره آلمانی که نقش اساسی را در تشکیلات نتو در افغانستان داشته، آقای دمروزه. چند روز پیش آقای دمروزه، ژنرال 4 ستاره آلمانی که مسئولیت خروج نیروهای خارجی یا آیساف را به عهده داره، میگه که دولت جدید افغانستان و رئیس جمهور جدید افغانستان باید با طالبان همکاری بکنه، در غیر این صورت امکان صلح و آشتی در افغانستان نیست. یعنی در واقع یک شخصیت نظامی در افغانستان اینو مطرح میکنه که بیش از 12 سال در افغانستان حضور داشته و نقش بسیار مهمی رو در جنگ های افغانستان بر علیه طالبان بازی میکرده. شما به درستی مطرح کردین، از یک طرف دولت افغانستان هیچ گونه منبع مالی نداره و تمام منابع مالی که در اختیار گذاشته میشه باید کشورهای خارجی تامین بکنن، به ویژه آمریکا. آمریکا در واقع خودش رو قدرت بزرگ جهانی معرفی میکنه، چند روز پیش آقای اوباما مطرح کرده، و تمام بودجه دولت افغانستان و ارتش افغانستان و پلیس افغانستان رو باید بپردازه. یعنی سالانه آمریکا مجبور در حدود 5-6 میلیارد دلار فقط برای ارتش و پلیس افغانستان بپردازه. جالب، کشورهای دیگه اروپایی اصلا ادعا نمی‌کنن رهبری جنرال در دست دارن و حاضر نیستن چنین پولی را بپردازن. اگرم بپردازن چندین میلیون بیشتر نخواهند پرداخت. ببینیم، در جنگ افغانستان سهم آمریکا تا به حال بیش از 1,000 میلیارد دلار بوده. سهم آلمان با تمام قدرت اقتصادی که آلمان داره، که به نظر من یکی از بزرگترین قدرت اقتصادی دنیاست، بیش از 20 میلیارد نبوده. توجه بکنید، یعنی در واقع آمریکاست و مردم آمریکا دارن این بودجه رو می‌بردن. این یک مشکله. ارتش نیروی هوایی نداره. آمریکا جرأت نمی‌کنه یک نیروی هوایی مجهز به وجود بیاره، برای که از این وحشت داره بعد از خروج نیروهای آمریکا در واقع نیروهای هوایی در دست طالبان قرار بگیره. آمریکا پیشرفته اینا میاد دستمون. همون اتفاقی که در عراق افتاده، داعش تمام سلاح‌های مدرن آمریکا رو در اختیار داره امروز. باید این به این مطلب اشاره بکنیم. خود ارتش آمریکا تمام سلاح‌هایی رو که در آمریکا در افغانستان استفاده می‌کرده، یا اینا رو در داخل افغانستان نابود کرده یا داره خارج می‌کنه. یعنی به ارتش خود افغانستان اطمینان نیست که در واقع سلاح‌های مدرن رو بدن. پس بنابراین ارتش افغانستان طبق گفته ژنرال‌های ارشد افغانستان در واقع مجهز هم نیست، تشکیلات نظامی کافی نداره. مضاف بر اون،
سالانه 10,000-15,000 نفر از این ارتش متواری میشن، سربازان به طرف طالبان میرن. این وضع ارتش افغانستانه. از اون طرف یک مشکل دیگری هم وجود داره. این سیاستی که در افغانستان پیاده شد، سیاست خارجی ناتو، باعث این شد که دوباره جنگ سالاران که ابتدای جنگ خلع سلاح شدن، دوباره تشکیلات نظامی و میلیشیای نظامی خودشون رو در تمام مناطق افغانستان به وجود آوردن. ارتشای خصوصی وجود داره. در کنار اونها شاهزادگان مواد مخدر ارتشای خودشون رو دارن. امروز در افغانستان 6,000 تن تریاک تولید میشه. یعنی در واقع مافیای داخلی و مافیای جهانی با هم همکاری میکنن و در این همکاری در واقع ارتش مجاهد وجود آوردن. در کنار اون ارتش و یا پلیس محلی است که آمریکا به وجود آورده. پلیس محلی از جنگجویان سابق مجاهدین سابق که خودشون در کشتار مردم و ویرانی افغانستان نقش بازی کردن به وجود آمده، در حدود 50,000 نفر، و اینها مسلط شدن بر جان و نان و ناموس مردم در مناطق مختلف کشور و هیچ گوش شنوایی هم در مقابل آمریکا ندارن و آمریکا هم دیگه نمیتونه کاری بکنه، اینا رو خلیج سلاح بکنه. در این شرایط دارن نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشن و افغانستان به نظر من در سالهای آینده آبستن حوادث دیگری خواهد. خب یه سوال دیگه، ما در دو سه دقیقه فرصت داریم به دانش. چرا آمریکا این قرارداد همکاری نظامی رو امضا کرد؟ چه امیدی داره که این قرارداد امضا کرد؟ ببینید، آمریکا با تجربیاتی که ببینید با تجربیاتی که در داخل عراق داره و اینکه تمام تشکیلات نظامی و ارتشی که در عراق آمریکا به وجود آورد، این عراق حتی در مقابل داعش نتونست ایستادگی بکنه. میدونین که زمانی که داعش به موصل، این شهر 2 میلیونی، حمله میکنه، یکی از بزرگترین شهرهای عراق و مجهزترین شهرها و مدرنترین شهرهای عراق، در واقع نیروهای ارتش عراق سلاح‌ها رو میذارن و متواری میشن، لباساشون رو کندن که نباید تو یعنی لباس سربازی یعنی باشه. این تجربه آمریکا از جنگ عراق و اینکه ادعا میشد که ما یک ارتش 300-400,000 نفری بسیار قدرتمند به وجود آوردیم، این یک شبه منفجر شد، از بین رفت. و آقای اوباما اینا مطرح میکنه و آقای کلاپر اینا مطرح میکنه، جیمز کلاپر میگه ما اصلا توقع نداشتیم که در مدت کوتاه این ارتش منفجر بشه، از بین بره. و ما در شرایط افغانستان در این حالت قرار داریم و آمریکا از این تجربه میخواد شاید با نگه داشتن 10,000 نیرو آمریکایی و 2,000 نیرو از کشورهای دیگر ناتو و ائتلاف بتونه هنوز کنترل نظامی رو در افغانستان نگه داره و باعث این بشه که ارتش افغانستان متلاشی نشه. حتی نیروهای آلمانی که از شمال افغانستان خارج شدن از مواضع خودشون و ادعا میکردن که ارتش افغانستان قادره در مقابل طالبان مقاومت میکنه، تمام مواضعی که نیروهای آلمانی در شمال افغانستان تخلیه کردن به دست طالبان افتاده. ما در این شرایط در افغانستان قرار داریم و متاسفانه رهبران غرب و رهبرانی که در افغانستان وارد شدن، نیروهای نظامی وارد کردن، به این مطالب نمیپردازن و حقیقتو به مردم خودشون، کشورهای خودشون اطلاع نمیدن. خیلی سپاسگزارم روی دانش. در پایان صحبتمون یه فیلمی هست از هنگ کنگ که ما خداحافظی میکنیم. از امیر خواهش میکنم این فیلم هنگ کنگ رو پخش بکنید، چون فیلم جالبیه. مردمی که خواهان آزادی و استقلال کامل هنگ کنگ هستن و حاضر نیستن قوانین چین اصلی در اونجا پیاده بشه. در همین جا هم به اتفاق دکتر مصطفی دانش با شما خداحافظی میکنم. به این فیلم توجه کنید لطفا. معترضان هنگ کنگی بعد از گذراندن شبی آرام در خیابان، پلیس دیشب آنها را به حال خود رها کرد و عقب نشینی کرد. تغییر موضع ناگهانی بعد از خشونت‌های 2 روز پیش. اما معترضان قصد ندارند به خانه بروند، مگر اینکه رئیس دولت محلی هنگ کنگ که مورد تایید چین است تا فردا کنار برود و دولت چین هنگ کنگی ها را در انتخابات رهبر آیندهشان آزاد بگذارد. و این پاسخ لونگ سانینگ است، رئیس دولت محلی هنگ کنگ به معترضان. تصمیمی که توسط کمیته خلق در 31 آگوست گرفته شد حاکی از اینه که دولت مرکزی به اقدامات غیرقانونی و تهدیدهای افراد معلوم الحال توجهی نمی‌کنه. به نظرم ادامه اقدامات غیرقانونی رأی کمیته مرکزی رو تغییر نمیده. تصمیم دولت مرکزی یا پکن هم که ریشه همه این اعتراضاست به این جلسه در پکن برمیگردد. 9 شهریور نشست خبری کمیته ملی خلق چین، اینجا اعلام شد که رهبران چین تصمیم گرفتند که صلاحیت نامزدان انتخابات حاکم محلی هنگ کنگ اول به تایید پکن برسد.
انتخابات قرار است 2 سال دیگر برگزار شود و دانشجویان از فردای تصمیم پکن اعتراض ها را شروع کردند و حالا حدود 3 هفته بعد از آغاز اعتراض ها کار به تعطیلی مرکز شهر رسید است. هیچ کدام از طرفین کوتاه نمی آیند و نگرانی از بالا گرفتن خشونت در خیابان. من نگرانی هایی دارم. امیدوارم 3 گروه ترتیب دهنده این تحصان قبل از اقدامات بعدی درباره ماندن در مسیر اعتراض بدون خشونت گفتگو کنند. من تا جایی از این اعتراض ها حمایت میکنم که خشونت به میان نیومده باشه. در پکن واکنش دولت مرکزی نشانی از نرمش ندارد. ما تأکید می‌کنیم که هنگ کنگ که برای اداره خود اختیارات ویژه دارد بخشی از سرزمین چین است و امور هنگ کنگ امور داخلی چین محسوب می‌شود. بنابراین ما از کشورهای دیگر می‌خواهیم مراقب گفته‌ها و اقداماتشان باشند و از اعتراض‌های غیرقانونی و تحصن کنندگان در مرکز شهر حمایت نکنند. و پاسخ واشنگتن مخاطب هشدار پکن. دولت آمریکا تحولات هنگ کنگ را دنبال می‌کند. دولت آمریکا در سراسر دنیا از حق اصولی آزادی و آزادی اعتراض‌های مدنی حمایت می‌کند. دولت آمریکا از هنگ کنگ می‌خواهد در برابر معترضان خیشتنداری نشان دهد. آمریکا از حق رأی همگانی و از آرمان مردم هنگ کنگ حمایت می‌کند. حالا معترضان به نفوذ چین نگرانند تلاش پکن در تایید صلاحیت حاکمان هنگ کنگ قدمی در راه بلعیده شدن این منطقه در سرزمین اصلی چین باشد و از بین رفتن آزادی‌های غربی که برای رهبران پکن قابل قبول نیست.